بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. یاسر اسکندر، یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق، روز گذشته تایید کرد که بیش از 90% زائران خارجی اربعین به کشور خودشان بازگشتند. وی اظهار داشت تعداد زائران اربعین از خارج از عراق به 4 میلیون نفر از بیش از 10 ملیت که بیشتر آنها از کشورهای اسلامی هستند برآورد شده است. یاسر اسکندر در ادامه گفت میزان قربانیان حوادث رانندگی نیز نسبت به سال گذشته 85% کمتر شده است. شایان ذکر است مرتضی دامنی، رئیس کمیته زیارت اربعین در وزارت حمل و نقل ایران، نیز روز گذشته از بازگشت 3.5 میلیون زائر ایرانی از عراق پس از زیارت اربعین خبر داد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل می گوید 67% خانواده ها در افغانستان برای دسترسی به آب با مشکل روبرو هستند. این دفتر گفته که افزایش دمای هوا در افغانستان باعث تشدید کمبود آب شده است. این سازمان روز سه‌شنبه 6 شهریور گفته که خانواده های روستایی به طور متوسط 17 دقیقه برای دریافت آب سفر می کنند و خانواده ها در شهر دو برابر نسبت به پارسال برای تهیه آب هزینه می پردازند. یک گروه راست افراطی در سوئد تظاهراتی را سازماندهی کرد و خواستار اخراج مسلمانان از کشور شدند. از سوی دیگر، انجمن ضد فاشیست استکهلم یک اعتراض متقابل علیه نژاد پرستی و تبعیض ترتیب داد. نگرانی در مورد خشونت گروه‌های راست افراطی در سوئد در حال افزایش است و گزارش‌های اخیر از مراکز تحقیقاتی و مقامات امنیتی نشان می‌دهد که گروه‌های نئونازی در اسکاندیناوی با هدف قرار دادن خارجی‌ها و خصوصاً مسلمانان ادامه می‌دهند.